بسم الله الرحمن الرحيم دعاء قنوت در نماز وتر دعاء قنوت الوتر واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت بار إله مرا در زمره کسانی قرار ده که آنها را هدایت کرده ای و مرا جز کسانی قرار ده که با آنها عافیت عطا فرموده ای. بار الها مرا جز کسانی قرار ده که تو یاور آنانی و هر چی که به من عنایت فرموده ای مبارکش بگردان و مرا از قضای بد حفظ کن. تو یکی حکم کنی، هیچ کسی بر تو حاکمیت ندارد، همتای کسی که تو او را حمایت کنی خار نمی شود، همانا کسی که تو او را حمایت کنی خار نمی شود و کسی که تو با او دشمنی کنی هرگز عزت نمی یابد. پروردگارا تو با برکت و بلند مرتبه هستی. فایده های حدیث. در این حدیث رهنمایی که با ارسال پیامبران و فرو فرستادن کتاب ها به وجود می آید. فایده دیگر توفیق و رسیدن به مقصد که این فضل الهی است. فایده دیگر از پیامدهای خوب اطاعت و بندگی می توان به برکت در فهم، علم و عمل به آن و همچنین برکت در مال، عمر و فرزندان اشاره کرده است. دعای بالا مخصوص نماز وتر است و خواندن آن در قنوت نماز فجر نیز هیچ باکی ندارد. دعای دیگر بار الها از خشم تو به خوشنودیت و از عذاب تو به عوفت پناه میبرم. نمیتوانم تو را آنطوره که شایستهی مدح تعریف کنم. تو آنچنانه که خود را مدح کرده ای. با ما به شما مستحب است که این دعا را در این وقت خوانده شود، چنانه که جز دعاهای است که در سجده نیز خوانده می شود، چنانه که بیان گردید. دعای دیگر اللهم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعى و نحفد نرجو رحمتک و نخشى عذابک ان عذابک بالکافرین ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك بار إله فقط ترى بندگي ميكنيم و براي تو نماز ميخونيم و ترى سجده مينمايم و بسوي تو تلاش ميكنيم عمل انجام ميدهيم كي به تو نزدیک شویم و به رحمت تو امیدواریم و از عذاب تو می ترسیم. هر آینه عذاب به کافر خواهد رسید. بار الها از تو مدد می جویم و آمرزش می خواهیم و برای تو ثنای نیک می گویم و به تو کفر نمی ورزیم و به تو ایمان می آوریم و برای تو خشوع می کنیم و از کسی که به تو کفر می ورزد کناره می گیریم. فایده های حدیث. مشروع بودن دعا و قنوت در طلب کمک از الله سبحانه و تعالی در نمازهای پنجگانه و هنگامی حادثه ها. فایده دوم، یکی از بزرگترین سبب های دفع بلا و مصیبت تحقیق توحید خالص است.